اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. امروز سالگشت آمدن آقای خمینی به ایران است و وقتی به اون روزها نگاه میکنم، روزی که آقای خمینی به فرودگاه آمدند، اگر مردم در آن سالن فرودگاه تمام این کسانی که بر مورد مسائل سیاسی ایران فکر می‌کنند، اگر در سالن فرودگاه اون روز حضور داشتند و اون برخورد برگزار کنندگان و حوزه علمیه و طلاب حوزه رو در درون سالن فرودگاه می‌دیدند، متوجه می‌شدند که در آینده با چه نوع حکومتی روبرو هستند. حالا بگذاریم از این که بسیاری از مسائلی که هرگز در موردش صحبت نمیشه در همون سالن فرودگاه میتوانستی شاهدش باشی. آقای خمینی از کنار هواپیماش تا ورودی سالن مهرآباد رو که کمتر از شاید 100 متر هست با یک ماشین بنز طی کرد و آمد داخل. همونجا شما میتونستی ببینی نیروهای مسلحی رو که از حضورش حمایت میکردن در فرودگاه و تلفنی که شد به دفتر نخست وزیری. اون موقع آقای بختیار نخست وزیر بودن، برای اینکه هلیکوپتر در اختیارشون قرار بدن، چون آقای طالقانی رو قرار بود از اونجا حالشون بد شد به بیمارستان برسونن. آقای طالقانی رو وقتی به بیمارستان برسونن، همون هلیکوپتر آقای خمینی رو از نزدیکی های دانشگاه، از همون بیمارستانی که اونجا بود، هلیکوپتر آقای رو پیاده کرده بود آقای طالقانی رو، به بهشت زهرا بود. تمام این بساره به این باز کنید که اگر در اون روزها خوب دقت میکردی میدیدی که چه خواهد پیش آمد، ولی همه شاید یک عینک تیره بر چشم داشتیم و آن روز را به سادگی ندیدیم. حالا این هم آمدن آقای خمینی و این هواپیما و این داستان‌ها و 12 بهمن است و تمام اون روزهای آغاز شد که در خیابان‌ها درگیری‌ها و بعد از اون حکومت خمینی در فاصله 36 سال گام به گام نیروهای مخالف خودش رو از هر حزب و اندیشه و باوری بودن از میان برداشت، تا اینکه در این 36 سال می‌بینیم که نوبت نیروهای خودی نیز رسید و چگونه هم رئیس مجلسش در حصر است، هم نخست وزیر دوران جنگش در زندان خانگی است و این انقلابی که به خودی‌های خودش می‌بینیم امروز رحم نکرده، خیلی هم نمی‌شد فکر کرد که با دیگران چه خواهد کرد. در کارنامه جمهوری اسلامی، کشتار سال 67 و بسیاری از این مسائل وجود داره که به موقع همواره میشه در مورد اونها صحبت کنم. ولی پیش از اینکه از این بخش عبور کنم و به مهمان برنامه برسم، بد نیست به یک نکته اشاره کنم. در زندگی انسان، انتخاب‌های زندگیش و امروزش نشان دهنده این است که در این فاصله چه روزهایی رو گذرونده. در این گذر نگاه می‌کردم، دیدم که این آقای غلامعلی خوشرو شد نماینده ایران در سازمان ملل. آقای غلامعلی خوشرو رو من خیلی خوب می‌شناسم. در دوران پیش از انقلاب
هنگامی که ما دانشکده علوم اجتماعی می‌رفتیم و بچه‌هایی بودن که در مسجد و نمازخانه بودن و بزرگترین درخواستشون این بود که موکت کف نمازخانه باید عوض شه. اینها بعد از اینکه انقلاب شد همه به عنوان مبارزها مطرح شدن و دست کم 12 نفر از بچه های دانشکده ما رفتن و کاردار و سفیر شدن. در اون سوی قضیه شمار زیادی از دوستان ما یا به زندان ها افتادن و در زندان ها اعدام شدن و اونهایی که از زندان توانستن جان سالم به در ببرن و یا کسانی که به زندان نرفتن مثل بنده و توانستن راه خروج از ایران رو داشته باشن امروز در این سو هستن. همواره به یاد این عبارت برتولت برشت میفتم، آن که گفت آری و آن که گفت نه. امروز که نگاه میکنم آدم هایی مثل من که در آغاز انقلاب گفتن نه و هم از بنده از کانون پرورش فکری اخراج شد و راه به جایی نداشتیم، ما گفتیم نه، یک نه بزرگ به دیکتاتوری اون روزها و تازه شانس آوردیم که کشته نشد. آنهایی که گفتن آری همشون مثل آقای این آقای خوشرو نمونه شه. به کارنامهش که نگاه میکنم سفیر ایران در سوئیس و اینا، اصلا یک جایی نوشته ایشون بنیانگذار مدرسه حقوق سیاسی در وزارت خارجه بوده برای تربیت کاردار. دقیقا یادم میاد این اتفاق چه شکلی افتاده. ایشون در اون سن 26 ساله بوده، مملکتی که در یک دانشجوی تازه مدرسه تموم کرده 26 سالش میتونه مدرسه تربیت کاردار و سفیر رو در بعد از انقلاب راه بیندازه، داستان خیلی مفصلی خواهد داشت. خب بگذاریم، اجازه بدین چون امروز میخوام با مهمان برنامه، زمانمون کم هست، نمیخوام زمان رو از دست بدم، میخوام منطقه رو با هم نگاه بکنیم. درخواست کردم آقای دکتر دانش رو که همواره در برنامه چالش من حضور دارن، این دفعه در برنامه پویش باشن تا در کنار هم دیگه بتونیم به منطقه نگاه کنیم. آقای دکتر دانش فراموش نکنیم، خبرنگار بین‌المللی بودن تمامی عمرشون رو، بهتر است بگویم دیگه داستان 40 و 50 این چیزا رو بذاریم کنار، به عنوان خبرنگار جنگی از تلویزیون‌های اروپایی به ویژه آلمان و هلند و سوئیس و روزنامه‌های مجله‌های مثل اشپیگل در خدمت مسائل سیاسی جنگ بودن و بیش از 20 و چند رهبر سیاسی دنیا رو هم باشون در اون دوران ملاقات کرد. آقای دکتر درود بر شما. سلام آقای گارزاد. سپاس از حضورتون در برنامه. ممنونم، منم از شما خیلی ممنونم به خاطر دعوتی که از من به عمل آورد. خواهش می‌کنم آقای دکتر، اگه قرار باشه من هر روز میتونم از شما دعوت کنم. هفته یک بار برنامه، خب کوشش می‌کنم یه چرخش باشه، بگم من از خدام است که با شما هر هفته برنامه داشته باشم. خب برویم چون زمان رو از دست ندیم. من به آمدن آقای خمینی اشاره کردم، اگر در مورد ایران مسئله ای هست در امروز که میخواین اشاره کنین اشاره کنین، بعد بریم به سوی منطقه. امروز ایران دست کم رو مسئله توافق اتمیش به عنوان دستاورد علمی، سیاسی، فنی، هر چیز 36 سال گذشتهش داره دست و پا میزنه. ببینید یک مطلب فقط من اشاره بکنم، من همیشه در بحثام به این مطلب اشاره کردم که در واقع توافق فنی بین جمهوری اسلامی و کشورهای 5+1 به ویژه با آمریکا انجام شده و در این مورد شکی نیست. آنچه که مشکل عظیم جمهوری اسلامی است برداشتن تحریم ها و اینکه آیا آمریکا و کنگره آمریکا آماده است تحریما رو سریع برداره، اون چیزی که جمهوری اسلامی خواهانونه. در این رابطه فقط کوتاه یک مطلب رو اشاره بکنم. ببینید روزنامه اورشلیم پست امروز در واقع مقاله‌ای رو نوشته از میزگردی که در کانال 10 تلویزیون اسرائیل پخش شده و جالبه چیزی رو که روزنامه اورشلیم پست می‌نویسه. میگه که دولت آمریکا تا کنون 80% مطالبات ایران را در جریانات مذاکرات اتمی پذیرفته و این امر به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا به غنی‌سازی اورانیوم با اختیار داشتن بیش از 7000 سانتریفوژ ادامه بده. یعنی من همیشه به این مطلب اشاره می‌کردم، مشکل جمهوری اسلامی و به ویژه مشکل آمریکا
تعداد سانتریفوژ نیست. موقعی که شما فقط 5% میتونین اورانیوم غنی بسازین، این امکانی که بتونین بمب اتمی تولید بکنین چنین چیزی وجود نداره. پس بنابراین آن چیزی را که آمریکا همیشه اشاره میکرد و خواهان این بود که ایران فقط 4.5 سانتریفوژ در اختیار داشته باشه، امروز میبینین که تا 5-7000 سانتریفوژ ایران اجازه داره در اختیار داشته باشه. پس مشکل اصلی همون مشکل تحریم هاست، مشکلی است که آقای ظریف چندین بار بهش اشاره کرده، آقای روحانی بهش اشاره کرده، حتی آقای روحانی صحبت از این میکنه که اون زنجیر تحریم ها رو پاره خواهد کرد، و آقای ظریف در چند مدت پیش به این مطلب اشاره میکنه که توافق اتمی رو میز قرار داره، تحریم ها رو برداریم. پس بنابراین به نظر من مشکل اساسی همون تحریم هاست و باید یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنیم، برای که در روزهای گذشته و در روزهای آینده مذاکرات اتمی ادامه خواهد یافت. و اون چیزی که مشکل جمهوری اسلامی اینه که کنگره و سنای آمریکا دوباره تحریم های جدیدی را انجام ندن، و به خاطر این شدیدن آقای علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به آمریکا حمله کرده و آقای اوباما میگه که شما در واقع باید کنترل افراد خود داشته باشی. این از اوباما میخواد. ما همچنین که ما کنترل افراد خودمون رو، این افرادی ما در داخل ایران داریم تا بتونیم این توافق رو انجام بدیم. البته حرف آقای لاریجانی نشوندنده یک موضوعست، چون در ایران یک نفر تصمیم میگیره، آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره و هر چی میخواد از رهبری میاد، تصورشون هم هست که خب بزرگترین کشور جهان، قدرتمندترین کشور جهان و رهبری جهان غرب آمریکا و یک نیروی توانمند، خب وقتی حالا رهبرش آقای اوباماست، خب میتونه به همه دستور بده. نمیدونن که اینجا دموکراسی است، مجلس تصمیم خودش رو میگیره. حالا ولی یک مطلب کوچیکی در این مورد اشاره بکنیم. ببینید وحشت جمهوری اسلامی اینه که توافق انجام نشه. جمهوری اسلامی با تمام قوا، حتی من شخصا به این عقیده هستم که خامنه‌ای خواهان توافقه. ببینید همین امروز بانک جهانی گزارشی میده که بسیار جالبه. بانک جهانی گزارش میده که اگه قیمت‌های کنونی نفت ادامه یابد و ایران نتواند تا نیمه اول سال جاری میلادی با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش به توافق جامع دست یابد، به ارزش کل صادرات نفت آن برای سال جاری، یعنی در واقع 2015، 23 میلیارد خواهد داشت. یعنی فقط 23 میلیارد درآمد خواهد داشت، و این رقمی است که، و در مقابل این رقم بانک جهانی از سال 2011 صحبت میکنه که رقم درآمد نفتی ایران 120 میلیارد بوده. درست. یعنی 1/6 درآمد سال 2011. این مشکلی است که جمهوری اسلامی با اون روبرو است. حالا داستان فقط مسئله میلیاردش، از اون سو ارزش برابری دلار و ارزش برابری خب ریال هم در موازنش در مسئله داخل، و این روزا دارن با اینکه پذیرفته بودن که تزریق پول نکنن، دارن تزریق پول هم میکنن. فقط من برای یه نکته اشاره کنم، از این بخش عبور بکنیم، اینکه تا 24 مارچ درست، یعنی 4 روز پس از نوروز، کنگره آمریکا این قول رو ناگزیر داده که روی تحریم های تازه کار نکنه. دلیل ناگزیر هم این است، در مجلس، در خانه نمایندگان این رأی رو دارن، ولی در سنا هنوز نمیتوانن رأی داشته باشن که آقای اوباما وتو نکنه. آقای منندز و دیگر یارانشون با اینکه از حزب آقای اوباما هستن، ولی این توان رو ندارن که عدد رو به جایی برسونن در کنار جمهوری خواهان که این اتفاق نیفته. خب بگذریم. آقای دکتر ایزه بدین بریم به همسایگی ایران. میخواستم بریم به یمن، ولی اجازه بدین نریم به یمن، بریم به پاکستان. یه چند دقیقه در مورد پاکستان صحبت بکنیم و بعد بریم به یمن، چون یمن ما رو خواهد برد به سوی دیگر. پاکستان، این انفجارهایی که در مساجد شیعه انجام میشه، حمله‌ای که به مدارس انجام میشه، پاکستان داره مسیر تازه‌ای از القاعده رو در اصل تجربه میکنه. در پاکستان چه میگذره؟ آن چیزی که بعد از کشتن 132 کودک در پشاور اتفاق افتاد، میدونین در 6 هفته پیش طالبان حمله کردن به یک مدرسه کودکان که در اونجا فرزندان ژنرال های ارتش پاکستان در واقع تحصیل میکردن، و 132 نفر از فرزندان افسران عالی رتبه پاکستان رو به قتل رسوندن. این باعث یک تحول عظیمی در داخل پاکستان شده. خب ما میدونیم که از
تأسیس پاکستان از سال 1947 تا کنون نفوذ نیروهای رادیکال اسلامی در دولت و ارتش و آیسای پاکستان بسیار قوی بوده و در واقع نیروهای رادیکال اسلامی به خاطر اینکه هندوستان دشمن شماره یک بوده و با هندوستان مبارزه میکردن و در چند جنگ کشمیر نیروهای رادیکال اسلامی نقش داشتن در کنار ارتش پاکستان، همیشه در این کشور در واقع حتی در دولت و در پارلمان نقش رادیکال های اسلامی بسیار زیاد بود و تا به حال در حدود 50,000 نفر در مدت کوتاهی در واقع رادیکال های اسلامی و طالبان افراد پاکستانی را به قتل رسوندن. این اولین باری است که دولت پاکستان و ارتش پاکستان مطرح میکنه که بر علیه طالبان مبارزه خواهد کرد، همون طالبانی که در واقع ساخته و پرداخته پدید پاکستان، یعنی طالبان پاکستانی. طالبان یک پدید است. نه منظور است که تقسیم بندی ها کامل این تقسیم بندی برسیم باید به این مطلب اشاره بکنیم. طالبان در سال 1994 توسط پاکستان پدیده طالبان به وجود آمد و 1994 همون زمان من در قندهار بودم، در اکتبر 1994 طالبان و پاکستان وارد افغانستان کرد برای منافع در واقع خودش و بدین ترتیب وارد کرد که گفته میشد که یک کاروان پاکستانی در حال عبور از جنوب افغانستان به طرف ترکمنستانه و محافظین اون در واقع کسانی هستند که این کاروان محافظت میکنن. برای اولین بار موقعی که این کاروان وارد پاکستان شد، وارد افغانستان شد در سال 1994، محافظینی که طالبان بودن قندهار رو تصرف کردن و در اونجا موندن و نام طالبان اولین بار در سال 1994 با رهبری ارتش پاکستان مطرح خیلی. شد. نه من اینکه گفتم که طالبان پاکستان برای اینکه این روزها طالبان اینقدر مسئله طالبان پاکستان به خشونت بار شده که طالبان در درون افغانستان میگویند که ما چیز نیستیم، ما با اونا نیستیم. یعنی اینقدر خشونت و نوع درگیری بین سنی و شیعه ایجاد کردن در اون مسائل به وجود میاد، انفجارها بینه. من یک مطلب فقط چه کنم. ببینین نه آمریکا اینو مطرح کرده، اشتباه استراتژیک آمریکا در منطقه این بود موقعی که حمله به افغانستان شد، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان رو تقسیم کردن، در صورتی که مرکز طالبان، مرکز لوجستیکی و مرکز اصلی طالبان در پاکستان بود، یعنی حمله باید به پاکستان میشد در واقع، ولی نمیتونستن هم دوستشون هم پیمان بود و هم قدرت اتمی. در ضمن خود پاکستان هم نمیتونه صحبت از این بکنه که طالبان یک پدیدن، پدیده خوش به وجود آورده، برای که اگه صحبت از این بکنه که این پدیده طالبان پدیده پاکستانی است، پس باید بپذیره که در داخل افغانستان همیشه خرابکاری کرده و این پدیده رو وارد افغانستان کرده. به خاطر همین دولت پاکستان نمیپذیره صحبت از دو طالبان مطرح میشه و اینو دولت پاکستان میخواد که دو طالبان مطرح بشه و این مشکل اساسی دولت آمریکا و شکستی که آمریکا در واقع در افغانستان، شکست نظامی که خورده، بر این اشتباه بزرگ استراتژیک استواره. خب برویم از حالا داستان پاکستان رو در همینجا بگذاریم. کوتاه این مطلب جان. اشاره بکنیم. ببینید امروز آقای راحل شریف فرمانده کل نیروهای پاکستان و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان چنین مطرح میکنه که در واقع دشمن خود ما هستیم و دشمن شکل خود ماست. یعنی اون داره اینو مطرح میکنه که ما این دشمن رو به وجود آوردیم، 67 سال این دشمن طالبان رو به وجود آوردیم یا رادیکالیسم اسلامی رو به وجود آوردیم، همون چیزی که خانم کلینتون میگه. اگه شما فیلمی بله. در اینجا وجود داشته باشه که این اواخر خانم کلینتون چنین مطرح میکنه که این پدیده داعش ما در افغانستان به وجود آوردیم و در واقع برای مبارزه با شوروی به وجود آوردیم، موقعی که شوروی از بین رفت ما این پدیده رو رها کردیم و امروز داریم ثمره اونو داستان القاعده. این مطالبی است که خب، امروز آقای خانم کلینتون مطرح میکنه. حالا القاعده رو میخوام بهش بپردازیم برای اینکه حالا وارد منطقه میشیم. از پاکستان اجازه بدین که برویم این سو و برویم به یمن، چون به مسئله سنی و شیعه نگاه میکنیم. داستان حوثی‌های یمن این روزها با این که نگاه غرب همش به داعش است و به داعش است و به داعش و شیوه کشتاری که داعش انجام میده، به نظر میرسه که یمن به عنوان یک نقطه ثقل ماجرا به اندازه فراموش رسیده. حرکت‌های اعتراضی در یمن، جابجا شدن قدرت در یمن، شما یمن رو چگونه می‌بینید در پیش گوش عربستان سعودی؟ یمن یکی از مناطق بسیار مهم استراتژیکی به خاطر عربستان سعودی است و نگرانی که عربستان سعودی امروز از اوضاع یمن داره در واقع بی سابقه است در تاریخ عربستان سعودی. ما می‌دونیم که عربستان سعودی از سال 2004، یعنی از 11 سال پیش تا کنون،
چندین بار مواضع حوثی‌های شیعه یمن رو در شمال غرب یمن بمبارون کرده و خواهان این نبود که در واقع 33% از شیعیان یمن به قدرت برسن. امروز در واقع قدرت دولتی در صنعا پایتخت یمن در اختیار حوثی‌ها قرار داره. آمریکا مدت طولانی به این مطلب توجه نمی‌کرد که در داخل یمن در واقع چی داره می‌گذره. آن چیزی که برای آمریکا مهم بود متحدین داخل یمن یا بگیم حکومت منصور الهادی بود که همکاری میکردن برای حمله به مواضع القاعده در داخل یمن. در واقع تلاش آمریکا این بود که القاعده یمن رو که در واقع یکی از خطرناک‌ترین اونها از زیر ذره بین بیشتر داشت، اگه میتونه رهبرانشون رو همونطوری که عمل کرده بتونه بزنه نابود بکنه تا این گسترش پیدا نکنه. من فکر می‌کنم که با تمام شناختی که غرب از مسئله القاعده داره، نوعی خام خیالی میکنن شیوه گسترش القاعده. من معتقدم که آمریکا در واقع نه میدونه در داخل یمن چی میگذشته و نه توجه چندانی به داخل یمن داشته. آن چیزی که برای آمریکا مهم بوده در سالهای گذشته حمله به عقب در واقع نیروهای القاعده در داخل یمن بوده و با کمک سازمانهای امنیتی خود کشور یمن چنین کاری انجام میده. اکنون که حوثی‌ها قدرت گرفتن، توجه بکنید امروز نفوذ حوثی‌ها در سازمان‌های امنیتی یمن بسیار زیاده و آمریکا نمیتونه با اونا همکاری بکنه در سرکوبی نیروهای رادیکال اسلامی یا سرکوبی نیروهای القاعده در داخل یمن. و این مشکلی است که آمریکا امروز با اون روبرو شده در داخل یمن. و مشکل دیگری که وجود داره عربستان سعودی و وحشتی که عربستان سعودی از نفوذ جمهوری اسلامی در کنار حوثی‌های شیعه یمن در داخل یمن داره. ما می‌دونیم که در واقع ایران همیشه به حوثی‌های یمن کمک می‌کرده، کمک نظامی می‌کرده، کمک مالی می‌کرده و عربستان از این وحشت داره که ایران بتونه پلی بزنه در داخل یمن، پلی بزنه و پای خودش رو در اونجا مستحکم بکنه، همونطوری که در عراق امروز ایران انجام میده، در سوریه انجام میده، در لبنان انجام میده و از اونجا مواضع شیعیان رو در شمال شرق عربستان در مناطق نفخیز اونها رو تقویت بکنه و بحرانی در داخل عربستان به وجود بیاره و این در واقع جنگ شیعه و سنی رو در منطقه تشدید خواهد کرد. و این وحشتی است که عربستان سعودی از مواضع حوثی‌ها و مواضع ایران و نفوذ ایران در داخل یمن امروز وجود داره. چنین وحشتی در عربستان به وجود آمده و نگرانی شدیدی به وجود آمده. خب آقای دکتر، چون به عربستان اشاره کردیم پس بهتر از برویم از یمن یک کمی اون سوتر به عربستان. ببینید، عربستان نخستین هستش که این موضوع که شما اشاره فرمودین به ویژه در یکی دو سال گذشته با شکل گیری مشکلاتی که در سوریه و کشیده شدنش به مسئله عراق بود، قدرت ایران در عراق، سوریه و لبنان، میگویند که ایران در حالی که در تهران حکومت آقای خامنه‌ای در تهران است، دست کم در چند کشور در کنار یکدیگر در پایتختشون قدرت داره. عراق هست، سوریه هست و لبنان هست. و هفته پیش مقاله‌ای در اکونومیست بود نوشته بود دست بلند ایران، نشون میداد که آیت الله دستشون از تا کجا رسید. حالا عربستان از آمریکا، پادشاه پیشینش که درگذشت، از آمریکا بسیار دلچرکین هست برای چند مسئله. نخست این است که یک، آمریکا اونجور که قول داده بود بشار اسد رو از روی سر کار بر نداشت. دو، در عراق کاری نکرد که جلوی ایران برای نفوذ در عراق گرفته بشه. من میگم سه، داخل پرانتز رو نگاه کنیم، اون مسئله سه، آمریکا چرا با ایران داره کنار میاد سر قضیه اتمی. و به این ترتیب این دست کم سه مورد به عربستان دلچرکینی میده نسبت به آمریکا. آیا این رهبر جدید عربستان، این کسی که آمده روی کار و حالا جوانتر هم از 69 سالشه دیگه، 90 ساله، 79 ساله 90 ساله دیگه نیست، خب به هر حال 20 سال جوانتره، این آقای 79 ساله چقدر با نگرش ایشون با پیشین متفاوت خواهد بود؟ یا اصلا در عربستان اگر سیاست تفاوتی میکنه؟ ببینین، خب میدونی که ملک عبدالله شدیداً به آمریکا و بوش در اون زمان موقعی که میخواست به عراق حمله بکنه اخطار میداد و او رو برحذر میکرد از حمله به صدام حسین.
ملک عبدالله در زمانی که در واقع جنبش مردمی در داخل مصر به وجود آمد و اونا خواهان سقوط مبارک بودن، شدیداً به آقای اوباما اعتراض میکرد که اجازه نده که مبارک در واقع سقوط بکنه. و میدونیم ملک عبدالله همیشه مخالف اخوان المسلمین در مصر بود و امروز از حکومت السیسی، در واقع جنرال السیسی دفاع میکنه. ولی شرایطی که در امروز در عربستان و در منطقه به وجود آمده باعث این شده که آقای اوباما در سفری که به عربستان میکنه 30 مهمترین سیاستمدارای آمریکا با آقای اوباما هستن. اصلا قرار بود خودشون نرن، میدونین که قرار بود آقای بایدن بره با اون 30 نفر، ولی سفرشون از هند کوتاه کردن. کاملا ببینید در این هیئتی که آقای اوباما رو مشایعت کردن، آقای مکن بوده، خانوم کندالیزا رایس بوده، جیمز بیکر بوده و تمام رهبران دموکراتی که امروز قدرت دارن در اون بوده. و قدرت های به این ترتیب این سه نفری که دست کم شما اشاره میکنید قدرت های حزب جمهوری خواه هستن در دورانی که اونها بر ریاست جمهوری بودن و در رابطه با عربستان. ولی اون چیزی که بسیار مهمه باید به اینجا اشاره بشه، ببین چند مدت پیش آقای اوباما خواهان این بود که تحریم های بر ضد کوبا برداشته بشه و در اون شرایطی که تمام نیروهای محافظه‌کار و حتی آقای مکن و جمهوری خان شدیداً اعتراض میکنن که چطور میتونه رئیس جمهور آمریکا باعث ارتقاء یک رژیم مستبد در جهان بشه. این صحبتی. ولی در رابطه با عربستان سعودی، کشوری که بیشتر در رابطه با خفقان و سرکوبی حقوق بشر شباهت با کره شمالی داره و شباهتی با کوبا نداره، سکوت مطلقه و همه حاضرن در واقع در دستبوسی آقای ملک سلمان. اینم باید اشاره بکنیم ملک سلمان مریض دیمنس داره، مرض دیمنس داره و آقای سلمان سکته مغزی کرده. خطر این که ایشون نتونه قدرت رو ادامه بده یا اینکه در واقع رهبری بکنه بسیار زیاده. این مطلب جنبی حاشیه‌ای. ولی واقعیت اینه که کشور عربستان سعودی، نه تنها آمریکا اونو انتخاب کرد از سال 1938 زمانی که نفت در عربستان سعودی به وجود شد، بلکه کشور عربستان سعودی در نظامی که شکل گرفته آمریکا نقش اساسی داشته. در واقع عربستان سعودی فرزند آمریکاست و عربستان سعودی احتیاج به آمریکا داره به خاطر سلاحایی که میگیره از آمریکا. میدونیم که در چند دین سال گذشته در حدود 120 میلیارد دلار صنایع نظامی آمریکا به عربستان و کشورهای امارات در واقع سلاح فروختن و عربستان سعودی خواهان اینه که محافظت بشه، یعنی حکومت سلطنتی طبق قرارداد 1945 بین آمریکا و عربستان اینه که در واقع آمریکا حکومت سلطنت در اونجا محافظت بکنه، تضمین بکنه و این عربستان احتیاج به این داره. در ضمن آمریکا هم احتیاج به عربستان سعودی داره. نفت عظیمی که عربستان سعودی داره هم اکنون 10 میلیون بشکه تولید عربستان سعودیه، 9 میلیون صادراته و بیش از 4.5 میلیون فقط به آمریکا صادرات روزانه عربستان سعودیه. یعنی خیلی ها فکر میکنن که آمریکا در واقع خودکفا شده و امروز احتیاج به واردات نفت نداره. چنین چیزی نیست آقای گوهرزاد. امروز آمریکا با شیوه شیلی که استفاده میکنه 9 میلیون بشکه در روز تولید میکنه. مصرف آمریکا روزانه بیش از 16 تا 17 میلیون بشکه است. پس بنابراین نفت عربستان سعودی هنوز نقش عظیمی رو بازی میکنه، انبار نفت آمریکاست. مضاف بر این امروز عربستان سعودی بل اجبار در کنار آمریکا قرار گرفته بر علیه داعش، با اینکه داعش پدیده عربستان سعودی به نظر من در این مورد شکی نیست، ولی در کنار آمریکا قرار گرفته و عربستان سعودی با ثروتمندترین کشور جهان که سالانه در حدود 350 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، این کشوری است که باعث ثبات کشورهای دیگه میشه. فقط به کشور مصر، کشور ورشکسته مصر، عربستان سعودی تا به حال به نظر من با کمک و دستور آمریکا 31 میلیارد دلار در مدت یک سال کمک مالی کرده. این در واقع این روابطی است که بین آمریکا و عربستان سعودی وجود داره و تا زمانی که عربستان سعودی ثبات خودش را نگه داره، آمریکا چشم پوشی میکنه از حقوق بشر در داخل عربستان سعودی و در واقع باعث کمک این رژیم خواهد بود، رژیمی که به نظر من شباهت زیادی به کره شمالی داره در خفقانی که وجود آورده و شباهتی به کوبا و رژیم کوبا نداره. خب آقای دکتر، به عربستان که نگاه میکنیم، عربستان در این چند سال نقش از بی‌ثباتی منطقه، عربستان همواره در فکر ثبات خودش بوده اینطور که شما هم میفرمایید، ولی عربستان از بی‌ثباتی منطقه بهره گرفته برای گسترش اون تفکری که داشته. اگه یک زمانی،
حالا بحث این که آیا القاعده چقدر میتونسته به عربستان نزدیک باشه و اندیشه های اونو نزدیک باشه، چقدر میتونسته نباشه، در اون گذشته برای خودش معنایی داشت یا نداشت، ولی در حال حاضر عربستان در زمینه گسترش نفوذ اندیشه خودش چه در سوریه و چه در عراق، حالا میگه به بهانه ایران که ایران داره گسترش پیدا میده اون داره مقابله میکنه، ولی به هر حال در رشد بنیادگرایی در منطقه نقش اساسی داشته، براش هزینه هم کرده. با عراق چه میکنه الان؟ الان با عراق، چون شما به داعش اشاره کردی، خود به خود ما رو بردین به عراق. به این ترتیب حکومت عراق همواره با ایران، از زمانی که صدام حسین سقوط کرده، حکومتی بوده که با ایران در یک کاسه غذا خوردن و در واقع به یه نوعی المالکی اون در اون دوران دست نشانده بود. این آقای جدید چگاه؟ در واقع جنگ شدید نیابتی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در عراق، و حتی طبق گفته واشنگتن پست و روزنامه معروف سوئیسی نوی سوریش سایتونگ در چند هفته پیش، و جالبتر از اون خبرگزاری اسوسییتد پرس، در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در عربستان سعودی تعیین کننده است. یعنی حتی این سه روزنامه و به ویژه اسوسییتد پرس چنین مطرح میکنه که اگه جمهوری اسلامی در داخل عراق به کمک نیروهای عراق، نیروهای شیعه عراق نرفته بود، بغداد سقوط میکرد. یعنی در واقع نقش جمهوری اسلامی و نقش سپاه قدس و سپاه قدس، لشکر قدس تعیین کننده بوده، و باید به این مطلب اشاره بکنیم. ایران احتیاج نداره نیرو عظیمی وارد عراق بکنه. آقای گوهرزاد، ایران کافی است که از نیروهای شیعه ای که در اونجا وجود داره، لشکر البت، ساخت و پرداخته ایران و پدیده ایرانی، لشکر مهدی، آقای صدر، و تمام لشکرهایی که امروز در حدود 100 هزار نفر در کنار ایران قرار گرفتن و ایران رهبری این لشکرها رو در داخل عراق به عهده داره، میتونه در واقع از این نیروی پیاده نظام استفاده کنه. با 100-150 نفر در واقع مشاورین نظامی خودش و رهبران نظامی میتونه در اونجا به جنگ بر علیه داعش بره. این شرایطی که در اونجا وجود داره و شما از نقش ایران در عراق پرسیدین، و این باعث نگرانی شدید عربستان در داخل عراق. ولی باید به این مطلب هم اشاره بکنیم آقای گوهرزاد، تمام نیروهای رادیکال اسلامی، جمهوری اسلامی یک جمهوری جنایتکاره که در اون مورد میتونیم ساعت‌ها بحث بکنیم و بین من و شما هیچ اختلافی در رابطه با جنایتکاری جمهوری اسلامی وجود نداره، ولی واقعیت اینه از طرف دیگه که تمام شاخه‌های امروز القاعده، از جبهه النصرت در داخل سوریه بگیریم، داعش بگیریم، یا الشباب در سومالی، یا نیروهای رادیکال در یمن و در الجزایر و شمال آفریقا، مالی، و حتی بوکوهرام امروز در داخل نیجریه بگیریم، تمام این نیروهای رادیکال سنی هستند و ایدئولوژی همه اینها وهابیته، و ما میدونیم وهابیت ستون اصلی حکومت سلطنت در داخل عربستان. من برای همین گفتم که عربستان با این که به ثبات خودش فکر میکنه، ولی از بی ثباتی در منطقه بهره گرفت تا بتونه ریشه بدوانه به طور غیر مستقیم اندیشه وهابیت رو. و این ریشه دواندن وهابیت در منطقه نیاز نیست که یک حکومتی یا مردم بیاین بگوین که ما از امروز وهابی هستیم. عمل کردی که در اونجا مطرح میشه موضوع خب مشکل هم همینه. ببینید، مشکل غرب و مشکل آمریکا اینه که شما موقعی که همپیمان بزرگ شما عربستان سعودی در مبارزه با داعش در کنار شما قرار گرفته، خود عربستان سعودی مرکز تروریسم جهانی یا ایدئولوژی تروریسم جهانی رو عربستان یا دستگاه داره. چاپ پول تروریسم چاپ پول داره این کارو میکنه. در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم، با این بحران چگونه میشه مبارزه کرد موقعی که امروز 90 میلیون از جمعیت پاکستان در فقر مطلق زندگی میکنه، از 180 میلیون با کم در از یک دلار در روز زندگی میکنه، در واقع از این فقر تغذیه میکنه طالبان و نیروهای رادیکال اسلامی، نه تنها در افغانستان بلکه در نیجریه هم تغذیه میکنن. در شمال نیجریه ما شرایط داریم که مسلمانان در فقر مطلق زندگی میکنن، و در این فقری که در واقع بوکو حرام، این یک سازمان بسیار خطرناک آدمکش غارتگر، در واقع از بین مسلمانان فقیر سربازگیری میکنه و کشورهای مختلفی رو در داخل آفریقا امروز به خطر انداخته. و این مسئله است که آمریکا در واقع با این پدیده چه کار میخواد بکنه. فقط کافی نیست شما حملات هوایی بکنید، با حملات هوایی شما این پدیده رو نمیتونید نابود بکنید. پدیده رو باید ریشه کن کرد، خوش کرد، ریشه این پدیده رو باید خوش کرد. ریشه این پدیده در واقع یکی فقر مطلق در این کشورات، دوم در واقع این ایدئولوژی خطرناک وهابیته
یعنی درست ایدئولوژی که در وحدت یا ائتلاف آمریکا در حمله به داعش نقش بازی میکنه. و شما به این ترتیب به نظر من همون صحبتی که من در رابطه با پاکستان در اوایل کردم، موقعی که 67 سال شما از رادیکال ترین نیروها و اسلام سیاسی برای تثبیت مواضع خودتون استفاده کردین، در مدت یک دو سال نمیتونین با این ریشه مبارزه بکنین و اینو از بین ببرین. خب و این مشکل اساسی است که آمریکا باش روبروست در منطقه. خب دکتر، مثلا اینکه آمریکا نگاه میکنه، آمریکا وقتی داره به کشورها نگاه میکنه، مسئله ایدئولوژیکشون رو خیلی از دوران پایان یافتن اردوگاه شرق که مسئله ایدئولوژیک عمده بود، عمده نشون داده میشد، ولی واقعیت این بود که دو تا نیروی قوی نظامی در روبروی هم بودن. حالا اون قضیه رفته کنار، آمریکا کوشش میکنه که نشون نده که اون ایدئولوژی است که اونجا داره رشد میکنه، و برای اینکه با ایدئولوژی نمیشه به این جنگید، با حکومت ها هم به سادگی نمیشه جنگید. این هستش که آمریکا ترجیح میده داعش در حد یک نام داعش قرار بگیره، گروه باشه، سازمان تروریستی باشه، تا یک حکومت بدل بشه. چون یک حکومت که تبدیل بشه دیگه به این سادگی نمیتونه باشون روبرو بشه. شما به مسئله دقیقی اشاره کردید، مسئله مالی مردم، و داعش با 300 دلار بهترین حقوق رو داره پرداخت میکنه به این کسایی که بهش میپیوندن. این از نظره مسئله داعش. ولی چون به داعش اشاره میکنیم، اجازه بدین که از داعش بریم به طرف سوریه. نمیخوایم داعش رو ناتمام بگذاریم، چون یک بال دیگر داعش در سوریه است. کوبانی به هر حال در هفته گذشته آزاد شد، ولی مردم به کوبانی باز نخواهند گشت به این سادگی. یعنی یه جایی که آزاد میشه به این سادگی نیست که مردمی که رفتن کنار، مهاجرت کردن، به کجا برگردن، به کدام این ویرانه برگردن، بد جوری در به داغ. حالا داعش در سوریه و آینده سوریه، الان به نظر میرسه که دولت آمریکا، آقای کری در چند ماه گذشته خود به خود سوریه رو از لیست این که اسد باید برود خارج کردن، میتونن با اسد کنار بیان. داعش اینقدر وحشتناکتر بوده که اسد در اونجا شده نیروی آرامتر و مهربانتر. آینده سوریه چه خواهد شد؟ ببینید، در سوریه شرایطی وجود داره که بسیار بسیار خطرناکه. امروز ما موقعی که از سوریه صحبت میکنیم، باید از حکومت اسلامی یعنی داعش صحبت بکنیم که همکنون یک سوم خاک سوریه را در اختیار خودش داره. شهر بزرگ 1 میلیونی الرقه را در شمال سوریه در اختیار داره که پایتخت خودش کرده، و تشکیلات منظم اداری توجه بکنین و نظامی و اقتصادی به وجود آورده داعش. یعنی داعش تبدیل به یک حکومت شده، و این خطر بزرگی است که داعش در واقع در اون منطقه به وجود آورده. نه تنها در عراق یک سوم کشور را در اختیار داره، بلکه در این منطقه ای که داعش در اختیار داره، تشکیلات دولتی، تشکیلات اقتصادی و تشکیلات نظامی پیاده کرده، و همکنون 10 میلیون جمعیت کشور سوریه و عراق تحت کنترل در واقع داعش قرار دارن. به طور مثال شهر موصل که 3 میلیونی است، در اونجا جمعیت عظیمی همکنون 2 میلیون زندگی میکنن، و حمله به شهر موصل مانند حمله به کوبانه نخواهد بود، و در واقع حمله به شهر موصل باعث کشتن صدها هزار نفر از مردم خواهد بود، و برای آمریکا و نیروهای حتی نظامی عراق هم مشکل خواهد بود که بتونن به موصل حمله بکنن و این شهر آزاد بکنن. همونطوری که دولت بشار اسد نتونسته در شمال سوریه در واقع الرقه رو آزاد بکنه. این شرایطی است که ما در داخل سوریه داریم، و در کنار نیروهای داعش ما جبهه النصرت داریم، یعنی القاعده دیگری داریم که تمام مواضع ارتش سوریه آزاد رو تصرف کرده. در اواخر میدونید ارتش سوریه آزاد در کنار آمریکا است، و به اصطلاح نیروهای معتدلی هستن که آمریکا و کشورهای غربی میخوان به اینا کمک بکنن برای علیه بشار اسد، ولی در واقع عملا این نیرو دیگه وجود خارجی نداره و این جبهه النصرته. و جالب اینه که در این شرایط شما دقت میکنین که آمریکا سیاستش تغییر میکنه. آمریکا میدونه تا زمانی که داعش و جبهه النصرت در داخل سوریه سرکوب نشن، افتادن بشار اسد و سقوط بشار اسد باعث دو امکان وجود داره. یا میاد در واقع یه خلأ سیاسی به وجود میاد، میشه اوضاع سومالی، یا اینکه نیروهای بسیار رادیکال مانند القاعده و داعش حکومت رو میگیرن. و تا زمانی که در واقع این دو نیرو وجود دارن، آمریکا دست به ترکیب و نظام بشار اسد نخواهد زد. من در این مورد شکی ندارم، با اینکه من معتقدم که بشار اسد یک جانی است، و اون باعث این بوده که تا به حال 230 هزار نفر از مردم کشور
سوریه از بین برن و کشته بشن، ولی در این شرایط بحرانی که وجود داره آمریکا هم در واقع محاسبه میکنه که چه نیرویی بهتره دلست. که بدون بمونه در اومده. ولی در این شرایطی که شما ما درباره سوریه صحبت میکنیم و واقعا اوضاع سوریه معلوم نیست به کجا بره، شرایطی در منطقه به وجود میاد که همین چند روز پیش حملات نیروهای حزب الله به ارتش خب اون نگین آید دکتر، میخوایم بریم سر اون، میخوایم سوریه رو ببندیم چون پیرامون سوریه رو ببندیم بعد بریم سوی مسئله اسرائیل و حمله به اونجا، یعنی به اون منطقه رو بذاریم باشه. در حال حاضر ببینین هر بار که در داعش رو در سوریه میان جلو دارش باشن میبینیم که در عراق رشد میکنه. همین روز گذشته داعش، شما الان به موصل به خوبی اشاره کردین که موصل رو دیگه اصلا فراموش کردن که موصل رو پس بگیریم یا نگیریم، موصل در اصل پایتخت داعش در این روزها. کرکوک، میدان نفتی خباز در کرکوک رو میاد و داعش میگیره. بار پیشین که آمد و به پالایشگاه دست پیدا کرد دیدیم که تا از اونجا تا چقدر تونست نفت به ترکیه بفرسته به طور غیر مستقیم و غیر قانونی و اونام خریدن و فروختن. حال دوباره نفت کرکوک، میدان نفتی خباز مورد چیز 12 تا کارگر نفتی رو در اونجا دزدیدن و دارن این کار رو میکنن. این داستان از این سو به اون سو از عراق تا دمشق و یعنی نمیتواند به این سادگی پایان بره. آیا طرح کشورهای غربی که بحثشون این بود که در ژانویه بخوان با سوریه مسائلش رو به پایان ببرن که چندان هم خیلی اوج نگرفت، اصلا معنا نگرفت خودش، دیگه برای حل مسئله سوریه به پایان رفته؟ ببینین حل مسئله سوریه و عراق دو کشور مهم منطقه است. ببینین در شرایطی که در واقع داعش روز به روز در جبهه‌های مختلف مبارزه میکنه، باید به این مطلب اشاره بکنیم که همکنون نه تنها ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه برای داعش مبارزه میکنه، بلکه در داخل خود عراق بیش از 150 هزار نفر نیروهای شیعه عراقی و ارتش عراق با کمک جمهوری اسلامی برای داعش مبارزه میکنن. در داخل سوریه بشار اسد بر علی داعش مبارزه میکنه، باز داعش میبینیم در واقع مانند اون ماریس، مانند اون افیس که 30 سر داره و اینجا اونجا حمله میکنه و شما به درستی مطرح کردین دیروز به کرکوک حمله کرده. پس بنابراین باید به این مطلب اشاره بکنیم که بدون ورود نیروهای زمینی امکان مبارزه با داعش وجود نداره و آقای اوباما تا به حال این مطلب رو رد میکنه، میگه ما نیروهای زمینی نمیبینیم. در اینجا این مسئله مطرح میشه آقای گوهرزاد و بسیار مهمه، چه کشوری میتونه نیروی زمینی در اختیار بذاره؟ عربستان سعودی چنین کاری نخواهد کرد. ترکیه نشون داد که چنین کاری نخواهد کرد و برای که از وحشت از موجودیت خودشون دارن. میمونه فقط جمهوری اسلامی که نفوذ داره و تا به حال این کار انجام داده و نیروهای 150 هزار نفر شیعه های داخل عراق در واقع واقعیت اینه که پدیده نیروی جمهوری اسلامی هستن. و در این شرایطی که سفیر، گوش بکنین، سفیر آمریکا آقای جونز در عراق چنین مطرح میکنه که ما باید واقعیت ها رو بپذیریم، کاری که ما نمیتونیم انجام بدیم یعنی نیروی پیاده وارد بکنیم ایران داره انجام میده و در واقع این به نفع ماست. آقای دمسی هم همین میگه، آقای جنرال دمسی فرمانده کل نیروهای آمریکا یا رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در همین جهت صحبت میکنه و اینو مثبت میدونه. و این اون چیزی که من همیشه بهش اشاره کردم، یعنی روز به روز بعد از توافق اتمی مسئله نزدیک شدن جمهوری اسلامی به آمریکا مطرح است و جمهوری اسلامی با ریسک بسیار کمی چنین نفوذی رو در داخل عراق داره و این خطر وجود داره به نظر من برای حقوق بشر داخل ایران که در واقع روزی نیروهای جمهوری اسلامی، حتی جمهوری اسلامی اهرمی باشه برای سرکوب داعش و نیروهای رادیکال در منطقه توسط آمریکا و در واقع اینا با هم کنار بیان. و ما میدونیم که آقای جمهوری اسلامی احتیاج به 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره و سرمایه خارجی موقعی وارد جمهوری اسلامی میشه 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد که ثبات وجود داشته باشه. این ثبات من و شما به وجود نمیاریم، ثبات رژیم جمهوری اسلامی بر اون رو وجود میاد و این میتونه باعث وحدتی یا همکاری نزدیک بین کشورهای غرب، آمریکا و جمهوری اسلامی بشه و این خطری است که من در آینده در جمهوری اسلامی یا در ایران میبینم. خیلی خب، حالا در این وقت کم باقی مونده ما 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی چون این منطقه رو میخوایم نگاه کنیم هر کدوم 2 دقیقه نگاه بکنیم. از سوریه بلندی‌های گولان دو حمله اتفاق افتاد در فاصله 10 روز، دو بار این ماجرا پیش اومد. یک بار این بود که سوریه آمد و فرزند عماد مقنیه و فرمانده سپاه پاسداران، یکی از فرمانده سپاه پاسداران و شماری دیگر رو در اونجا زد.
اسرائیل زد. بار دیگر دیدیم که در هفته گذشته هنگامی که حزب الله حالا به اونجا موشک پرانی آغاز کرد، آقای نتانیاهو این بار اومدن گفتن که چون مسئله ایران هست ما تصمیم جدی خواهیم گرفت. این مسئله اسرائیل و لبنان در و ایران در یک گوشه قرار میگیره برای یک موضوع تازه. به یک مطلب باید اشاره کنیم. به نظر من کشتن علادادی سردار سپاه پاسداران کاملا آگاهانه بوده. در واقع اسرائیل میدونسته در چه موضع اون قرار داره، در کجا قرار داره، و در واقع موقعی که زدن موساد اسرائیل دقیقا میدونسته و اینو به قتل رسوندن. و حمله متقابل حزب الله در واقع دو روز پیش و کشتن دو سرباز اسرائیلی مطرح است. ولی جالبتر از همه این آقای گوهرزاد در منطقه، ما در منطقه گولان چنین شرایطی داریم که زمانی که پاسداران سازمان ملل متحد یا صلح‌بانان سازمان ملل متحد در بخشی از در منطقه جولان، یعنی مرزهای سوریه و تپه‌های جولان قدرت داشتن و کنترل منطقه در دستشان، جبهه النصرت یعنی القاعده حمله میکنه و اون مناطق رو تصرف میکنه و امروز القاعده در واقع همسایه اسرائیل شده. ولی شما هیچ حمله ای از جانب اسرائیل به مواضع القاعده یعنی جبهه نصرت نمیبینین، تا جایی که بشار اسد میاد چنین مطرح میکنه که نیروهای هوایی اسرائیل نیروهای هوایی القاعده هستن. اینو چند روز پیش به در واقع به مجله معروف فورن افرس آمریکا در این مصاحبه گفته. و سوال اینه که در منطقه چی داره میگذره که موقعی که در واقع امروز نیروهای رادیکال همسایه اسرائیل شدن و بخشی از تپه‌های جولان رو تصرف کردن، هیچ حمله‌ای به اونها نمیشه، اونها در واقع راحت میتونن کار خودش انجام بدن، ولی حمله میشه به مواضع بشار اسد، در صورتی که بشار اسد در مدت 50 سال از سال 1967 تا کنون که تپه‌های جولان مورد اشغال اسرائیل قرار گرفته که اونو ملحق کرده اسرائیل به خاک خودش در سال 1981، صلح و آرامش بوده، یک تیراندازی هم نشده. و این شرایط باید به نظر من اسرائیل جواب به مطرح بده که چرا به مواضع القاعده در منطقه حمله نمی‌کنه، فقط به مواضع بشار اسد. یک بار دیگه من به این مطلب اشاره بکنم، من این طرفداری از بشار اسد نیست. بشار اسد یک جانیست و در واقع اون باعث کشتار 230,000 نفر از مردم شده دلسته. و این مطلب به نظر من باید بهش اشاره بشه. خب در این وقت باقی مونده فقط یک کشور دیگر رو میتونیم بهش برسیم و اونم در منطقه است، در نزدیکی اونجاست، چون به اسرائیل اشاره کردیم، مسئله مصر در اون گوشه. مصر هفته گذشته تجربه 4 سال پس از بهار عربی رو گذرونده. 25 ژانویه سالگشت این ماجرا بوده، نیروها تقسیم بندی شد، اخوان المسلمین قدرتمنداش در زندان هستن، نیروهای 6 آپریل که جوان ها هستن، این حضورشون در خیابان ها حتی به شکل صلح‌آمیزشون دیدیم که با نفربرها و خودروها سرکوب شد. یه خانم رهبران چپگرا، خانم شیما سباق هم 32 ساله کشته شدن در اونجا. سازمان عفو بین‌الملل هم این حرکت آقای السیسی و یارانش رو در واقع گفت انکار کردن شرایط است و اونا آمده بودن حرکت صلح‌آمیز. بشون مصر و آقای السیسی دارن چه میکنن در این منطقه؟ مصر یک کشور ورشکسته است و خطر بزرگی مصر در واقع اتفاقی در میفته میتونه تمام منطقه رو تهدید بکنه. دیروز میدونن که حمله شده و در حدود 40 نفر از نیروهای نظامی مصر به قتل رسیدن در ماه اکتبر، در واقع در حمله نیروهای رادیکال اسلامی و حکومت سینایی، یعنی در واقع اون انصار بیت المقدس یعنی القاعده که در اونجا قدرت داشت، اومده تبدیل کرده خودش، نام خودش رو به حکومت سینایی، چنین حمله میکنه و حمله میکنه که در چندین شهر بوده و به مواضع اساسی و مرکزی ارتش مصر حمله میکنه. ولی جالبه که آقای السیسی به جای اینکه ریشه‌یابی بکنه میاد چنین مطرح میکنه که نیروهای حماس مقصرن و در داخل از داخل نوار غزه میان، در صورتی که خود آقای السیسی مطرح میکنه که در این چند ماه گذشته نه تنها شهر رفاه رو با خاک یکسان کردن که حائلی بسازن بین نوار غزه و مصر، حتی مطرح میکنه که 600 تونلی که میتونه از اونجا در واقع سلاح از طریق نوار غزه وارد مصر بشه اینا رو تخریب کرده. و سوال دیگه اینه که میگه در واقع حماس چقدر سلاح داره که مدرن‌ترین سلاح‌ها رو در اختیار نیروهای رادیکال اسلامی در مصر قرار بده. به نظر من اون چیزی که بهش اشاره نمیشه و سکوت مطلق میشه مسئله لیبی است. در واقع تمام این سلاح‌های مدرنی که ما امروز در شبه جزیره سینایی در دست نیروهای رادیکال اسلامی یا القاعده یا جنبش به اصطلاح دا
داعش میبینیم از لیبی است و از لیبی داره میاد و هیچ کس به این مطلب توجه نمیکنه که در واقع خود نیروهای ناتو بودن که در شرایطی در کنار نیروهای رادیکال اسلامی در لیبی باعث سقوط قذافی شدن و انبارهای سلاح‌های عظیم قذافی رو اینها در واقع ربودن و تا داخل مصر این سلاح‌ها رو بردن و در اختیار نیروهای رادیکال اسلامی و داعش قرار دادن و امروز یک چنین فاجعه در داخل مصر انجام میشه. آخرین جمله اینه که اگه مصر در واقع این کشوری که آبستن حوادث وحشتناکی است و میتونه خطر بزرگی رو برای منطقه به وجود بیاره، میتونه به مراتب خطر خطرناکتر از داخل عراق و داعش در داخل سوریه باشه. آقای خب آقای دکتر، به این ترتیب ما منطقه رو با اینکه تصور میکردیم که ممکن است منطقه رو یک دایره بزنیم، دیدیم که به لیبی هم نرسیدیم، تا به سومالی و نیجریه و سودان که بماند. خب از بهروز اوکراین و یونان هم که اصلا چون وارد بحث منطقه نمیتونست بشه من فراموش نکردم و کنار گذاشتم، چون زمان بندی نمیتونست اصلا این رو به ما این فرصت رو بده. این کار یک برنامه دو ساعت است. از بهروز مشکینیار عزیز کارگردان فنی برنامه سپاسگزار هستم که در این برنامه پویش من و آقای دکتر دانش رو همراهی کردن. از اینکه انقدر بحثا به سرعت حرکت کرد حتی نتونستیم تصاویر آقای دکتر دانش رو در سفرهای بین‌المللی، من خیلی دوست دارم این نشون داده بشه، برای اینکه هر بار که یک فرد تازه میشینه در برابر تلویزیون و با آقای دکتر دانش رو میبینه از آگاهیش من ایمیل میگیرم که خب این آقا کی هست. خب اگه ما این تصاویر رو نشون میدادیم، همواره نشون بدیم، ولی فرصت اصلا نمیرسه که نشون بدیم که شما 40 سال خبرنگار جنگی از این سوی جهان به اون سوی جهان و تمام حرکتاتون موجب شده که این انبار آگاهی و دانشتون بر دکتر مصطفی دانش در واقع حضور داشته باشه و کارو که بله تصاویر رو در همین فاصله بهروز عزیز داره با نشون میده در این یک دقیقه که تا پایان برنامه داریم. من چقدر سپاسگزار شما هستم که در برنامه حضور داریم و در یک ماراتون سیاسی تا جایی که میتونیم با یکدیگر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما آقای گاردن. سپاسگزارم. خب بینندگان گرامی، با دیدن شماری از عکس‌های آقای دکتر دانش برنامه رو به پایان میبریم. به امید آزادی برای مردم ایران، به امید صلح برای مردم جهان. بله، امروز روز آمدن آقای خمینی بود. داستان دیو چو بیرون رود فرشته درآید، نه فرشته‌ای به ایران که نیامد هیچ، یک دیو چند سری آمد که حال حاله ها ایران رو در خودش بلعید. روزگارتون خوش. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است.